اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران الكرام، بروادگار، حديث قدسنا مرحمان بكلات. يا ابن آدم، أعطي ربك تسمى عاقلا ولا تعصيه تسمى جاهلا. يعني بروادگار مرحمان بكلات. اي فرزند آدم وبروادگارات اطاعت كن. ترى بنده هایش عاقل می شمارند. ولا تعصیه، به پروردگارت اسیان نکن، گناهکار نکن. پروردگار توی قلب بنده هاش با علت جاهلی و تمام جاهلی تو را نام می دهند. این چیز برای عبرت که پروردگار اگر بندش با از عاقلی از عقل کامل نصیبه کرده باشد، داند که بندش به اطاعت پروردگار مشغول میشد. اگر بندش به عصیان کتی، به گناهکاری کتی خود را مشغول کرده باشد، پروردگار بندش در جمعیت انده به نادانی، به صفت هایی که همون صفت انده همون صفت را برای مسلمان ها گفته نمیشدگی، به صفت ها و بندش به از طرف دیگه مردمانش نام دادنش پروردگار انسان ها الهام میکنن. چونکه رسول خدا مرحمت کردن، اگر تو چخیل بدنت را خواهی، فهمیدنت را خواهی، تو از دیگران پرسان. دیگرها برای تو چخیل صفت دهن، تو به همون صفت در نزد پروردگار حاضر هستی. این چیز، این حکمت برای هر یک مؤمن یک عبرت شود که در نزد جمعیت، در نزد انسان های نیک، اگر مای پروردگار دوست دارد، با صفت نیک، با نام نیک ما را اعلام میکند. اگر پروردگار نگه دارد و از جماعی نادان ها پروردگار ما را انتخاب کرده مداشد، آن حال برای ما صفت دادگی انسان ها صفت نیک نمیدهند. مایا ما را خطاکار، گناهکار، به اعتبار، بی فراست، بی آداب و دیگه صفت هایی که همون انسان با از طرف بنده ها به بی عملی و بی آدابی و اشاره میکردگی به دیگه عمل ها کتی صفت دادنشان، این اصلش برای مؤمن شرف نیست. شرف مؤمن عزت دنیا و عزت آخرت است. السلام علیکم و رحمت الله.